با شروع فصل سرما اکثر خانم‌ها اقدام به تهیه شور و ترشی می‌کنند. در این برنامه ما قصد داریم شما را با طرز تهیه شور مخلوط در منزل آشنا کنیم. بهتره که شور و ترشی رو خودتون در منزل تهیه بکنید. و اگر شما به تمام مراحل گفته شده به خوبی دقت بکنید، میتونید شور خوشمزه و خوشطعمی رو تهیه کنید. مواد لازم جهت تهیه شور مخلوط: گل کلم یکی رو، هویج 500 گرم، خیار 500 گرم، بهتره که از خیار قلمی برای شور استفاده کنیم، کرفس یک بوته کوچک، سبزی شور که شامل گشتیز، مرزه، ترخون و شوید میشه. از برگ کرفس برای خوشطعم شدن بیشتر شور مخلوطمون استفاده میکنیم به همراه سبزی دیگه. فلفل سبز تون چند عدد، سیر یک بوته، رزماری برای اینکه شور ما ترد باقی بمونه استفاده میکنیم. اگر ما سبزی تازه نداشتیم میتونیم از سبزی خشک استفاده بکنیم که شامل همون ترخون و مرز و شوید و ریحون میشه. نمک به مقدار لازم، سرکه سفید به مقدار لازم برای اینکه رنگ شور ما روشن باقی بمونه و روشن تر بشه، بهتره که از سرکه سفید استفاده بکنیم. ولی اگه از سرکه سفید نداشتیم میتونیم از سرکه انگور استفاده بکنیم. آب به میزان لازم. در مرحله اول همه سبزیجات رو خوب شسته بر روی یک پارچه پهن میکنیم تا کاملا خشک بشه. ظرف شورمون رو هم میشوریم و اجازه میدیم که کامل خشک بشه. سبزیجاتمون رو برای شور درستر خورد میکنیم. به همراه نمک میذاریم روی گاز تا به جوش بیاد. برای هر یک لیوان آب یک قاشق سرپر نمک میریزیم. بعد که به جوش اومد سرکه سفید رو میریزیم. برای هر یک لیوان آب دو قاشق غذاخوری سرکه سفید ما نیاز داریم. بعد که کامل به جوش اومد دو دقیقه میذاریم با سرکه بجوشه. بعد خاموش بکنیم و اجازه میدیم آب ما کاملا سرد بشه. موادی رو که خوب خشک کردیم و خورد کردیم لایه لایه به ترتیب داخل ظرفمون قرار میدیم. ما خیارها رو میتونیم خورد کنیم یا به صورت درسته قرار بدیم خیارهای ریزمون رو. سیر، فلفل رو هم میتونیم درسته قرار بدیم. اگر دوست داشتیم که تون بشه میتونیم به چند قسمت تقسیم کنیم و در لایه های شورمون قرار بدیم. سبزی رو هم به صورت درسته قرار میدیم در لایه های شورمون. در لایه آخر برگ کرفس رو ما روی شورمون قرار میدیم تا اگر زمان شورمون کپک زد به مواد اصلیمون آسیب نرسیده و مخلوط آب و نمک و سرکه رو روش میریزیم. وقتی کاملا پر شد در ظرفمون رو محکم میبندیم و در جای خنک نگه می‌داریم. بعد از دو هفته شور ما آماده است، می‌تونیم نوشو جام بکنیم. علت کپک زدن شور یکی خیس بودن مواد و ظرف هستش که باید دقت بکنیم و مطمئن بشیم که کاملا ظرف و مواد خشک هستن. و علت لزج شدن شور هم کم نمک بودن یا هوا کشیدنه. بس باید اجازه ندید که هوا وارد شورمون بشه. شوری که من قبلا آماده کردم به این شکل هستش. میتونید تهیه بکنید و لذت ببرید از خوردنش.